شورای ملی مقاومت، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم. کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضائیه جلادان توسط مقاومت ایران، شماره 3. وضعیت فاجعه بار و ضد انسانی زندانها در رژیم ولایت فقیه و 100 قطعه عکس از قضائیه جلادان در 23 استان. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت منتشر می کند. وضعیت فاجعه بار و ضد انسانی زندانهای رژیم ولایت فقیه چیز پوشیده ای نیست. ساخت بسیاری از این زندانها بیش از 50 سال قبل بوده و ساختمانها به غایت فرسوده است. مهمتر از این، خط کار تلمبار کردن و انباشت زندانیان به میزان فوق نامتعارف برای شکنجه مضاعف جسمی و روانی و ارعاب جامعه است. در این خصوص 100 قطعه عکس از قضائیه جلادان در 23 استان ضمیمه است. آمار و ارقام زیر که مستخرج از یک سند قضایی رژیم که شامل 277 زندان است، نشان می‌دهد یک ظرفیت اسمی برای هر زندان در نظر گرفتند. اما در ستون بعد، تعداد تخت در همان زندان خیلی بیشتر از ظرفیت اسمی است. سپس در ستون آخر، تعداد زندانیان ثبت شده است که از تعداد تخت‌ها خیلی بیشتر است. به عنوان مثال، چنان که در سند دیده می شود، ظرفیت اسمی زندان تبریز 1500 نفر، اما تعداد تخت 2660 عدد، ولی تعداد زندانیان 3788 نفر نوشته شده که 2.5 برابر ظرفیت اسمی است. در یکی از زندانهای سنندج، ظرفیت اسمی 290 نفر، تعداد تخت 651 نفر و تعداد زندانیان 978 نفر، یعنی 337 برابر ظرفیت اسمی است. در سند قضایی رژیم در موارد متعددی ظرفیت اسمی یا تعداد تخت یا تعداد زندانیان عمدن نوشته نشده است. به عنوان مثال، تعداد زندانیان در اوین و قزلحصار سفید است. ظرفیت اسمی زندان کرج نوشته نشده، در حالی که برای آن 2150 تخت منظور کردند، ولی تعداد زندانیان 7800 نفر، یعنی 3.6 برابر بیشتر از تعداد تخت ها ثبت شده است. در نتیجه زندانیان با پدیده پررنجی به نام کفخوابی دست و پنجه نرم می کنند. شورای ملی مقاومت، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم، 24 اردیبهشت 1401.